اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم وقتلتهم وظالميهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله. باز هم با برنامه دیگری از مجموعه معراج در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. سپاسگزاریم از همراهی همه شما بزرگواران و امیدوارم که همگی در سلامت و عافیت باشید. در حضور کارشناس محترم برنامه حاج آقای بهرمن هستم و خدمت ایشون هم عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون و متشکر. بنده هم محضر همه بینندگان محترم و عزیز سلام و عرض ادب دارم. ان شاء الله لطف حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف شب و روز شامل همه عزیزان بشه ان شاء الله در خدمتم. بله، جلسه گذشته به صورت تیتوار بخوام عرض کنم، فرمودید که قبل از آغاز فتنه ها بایستی خودمون رو مهیا کنیم، هم با در واقع سلاح علم و توسل به اهل بیت علیهم السلام و پیروی از خط مشی اهل بیت علیهم السلام، و به محضی که فتنه ها رخ میدن بایستی تلاش کنیم برای خاموش کردن اونها و رفع فتنه ها. بی تفاوت بودن نسبت به حق جایز نیست و انسان مؤمن بایستی اهل حق رو یاری کنه و با جور و ستم مقابله کنه تا انشاءالله خداوند رحمت خودش رو شامل حال جامعه مسلمین قرار بده و در فتنه ها هم قطعا تنها راه نجات پیروی از خط امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان ایشون هست و در زمانه فعلی هم وجود مقدس امام زمان علیه السلام که سیره بوده که حتی پیامبر اکرم هم در سختی ها و تنگناها به وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام توسل میکردند و از ایشون یاری میکردند. انشاءالله بعد از تقدیم حدیثی به بینندگان عزیز این بحث رو در خدمت شما ادامه بدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. السلام على المهدي وعلى ابائه. قران كريم يفرمايد ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وجود مبارك رسول اكرم صلی الله علیه و آله برای ما الگوه، برای ما اسوه است. قولش برای ما حجت، فعلش برای ما حجت، تقدیرش برای ما حجت. در فتنه ها چی میکرد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله؟ فتنه ها که دائما از طرف ابلیس، از طرف شیطان. ابلیس و شیطان هرگز دست از فتنگری بر نمی دارد. او قسم جلاله خورده، به عزتی که و جلالی که لاغوینهم اجمعین، که بنا دارد همه بنی آدم را به انحراف واداره به واسطه فتنه هایی که ایجاد میکنه، فتنه های تاریکی که درش افراد گمراه میشن. چه راهی هست برای خروج از این فتنه ها؟ راه اقتدا کردن به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، که حضرت زهرا علیه السلام می فرماید هرگاه آتش فتنه برافروخته می شد، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله
امیرالمؤمنین علیه السلام را وارد میکرد برای باز کردن گره های فتنه. چرا امیرالمؤمنین از بین تمام افراد برای این کار انتخاب میشدند؟ برای اینکه امیرالمؤمنین نفس نفیس پیغمبر اکرم و منور به نور علم الهی و منور به نور عصمت، هم عالم است هم معصوم است. عالم است به دلیلی که فرمود نفس پیغمبر اکرم، و قرآن کریم فرماید و من عنده علم الکتاب، این عالمه. و همچنین قرآن کریم فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ماشی عیان اهل البیت، نه از باب اینکه فامیلیم با امیر المؤمنین از اتباع او شده ایم، نه، چون خدای عز و جل تعریف امیر المؤمنین را کرده و امر کرده ما را از اطاعت از امیر المؤمنین، لذا محب امیر المؤمنین هستیم و مطیع امیر المؤمنین علیه السلام هستیم. اگر در اطاعت سستی میکنیم، این به خاطر کمی معرفت ماست و به خاطر لطف زیاد امیر المؤمنین علیه السلام، که لطف زیادش انسان را مغرور میکنه. از باب اینکه خدا معرف امیر المؤمنین، ما شیعه امیر المؤمنینیم. شما یک نفر دیگر را پیدا کنید غیر از امیر المؤمنین که عنده علم الکتاب باشه، دیگری را معرفی کنید که آیه تطهیر در شأنش نازل شده، و خوب به خود بیان. جوانها را عرض میکنم، پیرها را نمیگم، از اهل خلاف، علمای اهل خلاف را نمیگم، جوانها را میگم که اهل مطالعه اند، که شما یک نفر دیگری را پیدا کنید که خدای عز و جل این دعای را در موردش نازل کرده باشد. و من عنده علم الکتاب و انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مفسرین اجماعا متفقا بر اینکه این دو تا آیه در شأن مولای متقین آقا امیر المؤمنین علیه السلام، در شأن دیگران نیست. و چگونه است که ما دیگران را ازشون پیروی کنیم و رها کنیم آقا امیر المؤمنین علیه السلام را؟ و بعد در کتاب هامون هم می نویسیم، اینا اهل خلاف تو کتاب هاشون نوشتن که یک شخص سنی نمیتوند باشد الا اینکه ذره ای بغض و کینه نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام در دل داشته باشه. بغض داشته باشیم نسبت به کسی که آیه تطهیر در شأنشه، دشمنی بکنیم با کسی که و من عنده علم الکتاب، دشمنی کنیم با کسی که انفسناست، و چقدر باید جواب بدن اون عالم نماهایی که حقیقت را مخفی کردن و الله برای بندگان خدا ظاهر نکردن. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله همه فتنه های بعد از خودش را از قبل برای ما پیش بینی کردن و خبر از غیب برای ما دادن، که فرمود ستکونو من بعدی فتنتون. این فتنتون همینطوری که قبلا عرض کردم، این تنکیر دلالت بر تعظیم دارد، یعنی یک فتنه عظیمی، یک فتنه بزرگی که نجات از آن خیلی سخت و خیلی دشواره. فإذا كان ذلك، فرمود وقتی چنین فتنه ای بعد از من برای شما به وجود آمد، باید چکار کرد؟ فألزموا علی ابن ابی طالب، برید دست به دامن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بشید، نه اینکه علی را بذارید کنار و او را خانه نشین کنید و برید سراغ دیگران، نه. فألزم علی ابن ابی طالب علیه السلام، به چه دلیل؟ پیغمبر هر چی میفرماید دلیل داره. میفرماید اولا انه اول من یرانی،
در قیامت اول کسی که مرا میبیند علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی همراه پیغمبر اکرمه. خب ما باید پیروی کنیم و دست به دامن کسی بشیم که همراه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و اول من یصافحنی، و او اول کسی که با من مصافحه میکنه، دست میده به من، دستش به دست پیغمبر اکرمه، صورتش به صورت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کشیده میشود. اول من یرانی و اول من یصافحنی یوم القیامه و هو معی، او همراه من است. کجا؟ فی السماء الاعلا، آسمان، هفت آسمان هست، در اون آسمان اعلا، برترین آسمان ها، بالاترین مقامات با من خواهد بود. و هو الفاروق، کسیه که فاروق است. فاروق مبالغه در فارقه، یعنی بسیار جدا کننده حق از باطل، که متاسفانه این لقب فاروق را دیگران دزدیدن از امیرالمومنین علیه السلام و به دروغ بر خودشون قرار دادن. فاروق اعظم، وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیه السلام و پیغمبر که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر در مورد امیرالمومنین علیه السلام فرمودن فاروق. یک روایت بیارید از پیغمبر در روایت صحیحه که فرموده باشد فلانی فاروق غیر از امیرالمؤمنین علیه السلام، و به دروغ اینها به شما گفتن ما سنی هستیم. جوان ها، این علمای شما به دروغ میگن سنی. سنی یعنی کسی که تابع سنت پیغمبره. پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را میگه فاروق، نه دیگری را. و گوش به حرف این علماتون ندید. علمای شما دارن به سرعت سیر نور با مغز دارن میرن تو قعر جهنم. خواهشن شما دنبال رو اونها نشید، شما به اونها بخندید، وایسید کنار جهنم به اونها بخندید، بگید که ها شما بودید که میخواستید ما رو با خودتون ببرید به جهنم. نجات شما جوانهای اهل تسنن به اینه که حرف این پارچه به سر نهاده های از ملاهاتون به حرف اینها گوش ندید. اینها حق را مطالعه کردن ولی کتمان حق میکنن و حق را برای شما روشن نمیکنن. حدیث دیگری هست در این بابت، باز از وجود مبارک حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله، که از آینده خبر میدن ستکون، یعنی به زودی محقق میشود، واقع میشود، بعد از من فتنتون مظلمه، یک فتنه تاریک. انسان وقتی در جای تاریک قرار بگیره دیگه مسیر خودش را نمیتونه تشخیص بده، نمیدونه در کجاست، مسیر به سوی در کجاست. خب اگر که اجازه میفرمایید توضیح این حدیث شریف باشه برای جلسه آینده، با توجه به اینکه به وقت میان برنامه نزدیک شدیم، حالا اگر صلاح میده یه بار دیگه حدیث رو قرائت بفرمایید با معنیش، بعد انشالله فردا برای توضیح بیشتر انشالله. بله، حدیث طولانیه، حالا یه قسمتشو من عرض میکنم، قسمت اولش عرض میکنم که فرمود الناجی منها، نجات یافته از این فتنه تاریک که شیطان الله برای ما ایجاد میکنه، من تمسک بالعروة الوثقا، نجات یافته اون کسیه که چنگ بزنه به دامن اون عروة الوثقا، به دامن اون دستگیره محکم الهی که قرآن کریم میفرماد لن فصام لها، که بریدگی و جدایی برای آن نیست. باید در فتنه وقتی قرار گرفتیم
پیغمبر اکرم میفرماد برید سراغ عروت الوثقا، خدا برای ما عروت الوثقایی قرار داده. این کیه این عروت الوثقا؟ چیه این عروت الوثقا؟ اگر اجازه بدید باشد برای جلسه دیگه در خدمتتون. ممنون، متشکر از توضیحات شما. خداوند انشالله به برکت این احادیث و آنچه از تعلیمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ما رسیده قلوب ما رو محکم کنه و ثابت قدم باشیم در مسیر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. میان برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و به استودیو برمیگردیم با پاسخ به سوالات شما. عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و باز هم تشکر میکنم از همه شما سرورانی که سوالات خودتون رو از طریق کانال واتساپ برنامه در میان میگذارید با ما و در ارتباط هستید و باعث میشید که این برنامه با پاسخگویی به سوالات شما نشر معارف اهل بیت علیهم السلام و فقه اهل بیت علیهم السلام رو انجام بده. اولین سوال رو اگر اجازه بفرمایید تقدیمتون کنم و بیننده محترمی پرسیدن که آیا دعا و قرآن در هر جای نماز خوندنش جایز هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا نماز ذکر قرآن و دعاست، بنابراین انسان میتونه در نماز خودش قرآن بخونه، غیر از حمد سوره فرض بفرمون در قنوت، قنوت که جای دعاست و محل عرض کردن حوائج محضر خدای عز و جله، میتونیم از طریق تلاوت آیاتی از آیات قرآن اون خواسته های خودمون رو مطرح کنیم. مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. این آیه قرآنه، خوندنش اینجا اشکالی نداره. رب اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. این آیه قرآنه، ضمناً دعای طلب مغفرت در حق خود و والدین و اهل ایمان. بنابراین دعا تلاوت قرآن در هر جای نماز اشکال نداره. در مثلا دعا در رکوع، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این اللهم صل علی محمد و آل محمد دعاست. در سجده سبحان ربی الاعلا و بحمده بعد دعا میکنی.
یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک الواسع. طلب رزق، طلب رزق حلال میکنیم از خدای عز و جل در سجده نماز. بنابراین کل نماز ذکر دعاست و تلاوت قرآن و اشکالی نداره. بله. بیننده دیگری پرسیدند که در نماز جماعت اگر امام جماعت از تشهد فارغ بشه و سلام نماز رو بده، آیا میتونیم قبل از امام ما سلام بدیم؟ بله، سلام نمازگزار در نماز جماعت قبل از امام جماعت جایزه، نماز رو باطل نمی کنه. اما چون قبل از امام جماعت این کاری کرده، قدری از ثواب نمازش کاسته میشه. برای اینکه تمام ثواب نماز جماعت را ببره، این صبر کنه تا امام جماعت سلام بده و بعد از او خودش هم سلام بده. سلام قبلش اشکالی ندارد، ولی بهتره که صبر کنه. یکی دیگه از بینندگان در خصوص اذان و اقامه پرسیدن که آیا در نماز واجب هست، و اجزای اذان و اقامه را هم پرسیدن که کدام هست. در نمازهای واجب یومیه، یعنی نمازهایی که در شبان روز خونده میشه، نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا و صبح، مستحبه چه مرد چه زن، مستحبه اذان بگن قبل از نمازشون و اقامه بگن. از روایات هم استفاده میشد که اقامه اهمیتش بیشتره و ترک اقامه برای نماز درست نیست، سزاوار نیست. این اصل اذان و اقامه، اصلش مستحبه. اما اجزاء اذان، اجزاء اذان، اولا الله اکبر، چهار مرتبه الله اکبر گفته میشه. اشهد ان لا اله الا الله، دو مرتبه گفته میشه. اشهد ان محمدا رسول الله، دو مرتبه گفته میشه. اشهد ان علیا ولی الله، دو مرتبه گفته میشه. حی علی الصلاه، دو مرتبه. حی علی الفلاح، باز دو مرتبه. حی علی خیر العمل، دو مرتبه. بعد هم الله اکبر در آخر اذان دو مرتبه، و آخرین جزء اذان لا اله الا الله، اون هم دو مرتبه. اعتراف و اقرار به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، این در اینکه آیا جزء نماز یا جزء نماز نیست، یعنی جزء اذان یا جزء اذان نیست، اختلاف نظر هست بین فقها. بعضی از فقها میگن جزء، ولی جزء مستحبیه. بعضی از فقها میگن جزء نیست ولی گفتنش لازمه. با اینکه جزء اذان نیست، ولی باید، چون شعار شده برای شیعیان اهل البیت از باب تعظیم شعائر الهی، گفتنش دیگه لازم و واجبه. اما حضرت آیت الله شیرازی، آیت الله سید صادق شیرازی، همچنین اخوی مرحومشون، اینا میفرمودند که و میفرمایند که جزء اذان، جزء اقامه است گفتن اشهد ان علی ولی الله، یعنی بدون گفتن اشهد ان علی ولی الله مثل این است که شما الله اکبر نگفتی، یعنی اذانت خرابه. جزء اذان و جزء اقامه است، و میفرمایند برای این امر دلیل داریم، روایاتی داریم، و ذکر کردن روایات رو مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی رحمت الله علیه در کتابشون در الفقه، کتاب الصلات، باب اذان و اقامه، اونجا روایات این مبحث رو اونجا ذکر کردن. بله. بله. یکی از بینندگان محترم در خصوص سوار شدن دوچرخه برای خانم ها پرسیدن که چه صورتی داره. اگر کاملا حجاب اسلامی قرآنی را
رعایت کنن اشکالی نداره، ولی بهتر اینه که خودش را این شکلی در معرض نگاه نامحرم ها قرار نده. اگه یه جایی که فقط خداشون هستن و نامحرم ها بهشون نگاه نمی کنن، عیبی نداره. توی پارک رفتن، تو باغ رفتن و مردها اونجا حضور ندارن، اشکالی ندارد. اما در ملأ عام با وجود اینکه پوشش کامل داره، بالاخره جلب چی میکنه؟ جلب نظر نامحرم ها رو میکنه و بهتر ترک این کاره. بله درست. بیننده محترمی پرسیدن که چگونه فرزندان حضرت آدم علیه السلام با هم ازدواج کردن؟ آیا اصلا این مطلب صحت داره؟ یعنی خواهر و برادرها با هم ازدواج کردن، یا اینکه اصل این مطلب جعل هست یا دروغ هست و به شکل دیگری ظاهرا اهل بیت علیهم السلام توضیح دادن؟ در خصوص این مطلب مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه روایاتی را نقل میکنه از حضرات معصومین علیهم السلام، که ما حصل این روایات اینه که به صورت خواهر و برادر ازدواج نکردن، چون خداوند یک دین بیشتر نداره. ان الدین عند الله الاسلام، و در اسلام ازدواج بین خواهر و برادر این جایز نیست. وقتی خبر دادن به امام صادق علیه السلام که عده‌ای میگویند خواهر برادر با هم ازدواج کردن، حضرت ناراحت میشن، غضب میکنن، میفرمایند حیوان هم به خواهرش با خواهرش زنا نمیکنه، تا چه برسه به انسان. بله. که بیاد با خواهر خودش زنا کنه و بعد نسلی پیدا بشه از اونها که انبیا باشن، مرسلین، انبیا و مرسلین، اینها از نطفه حرام به وجود آمده باشن. اینجوری نیست. وقت توضیح میدن آقای امام صادق علیه السلام که فرمایند بعد از کشته شدن جناب حابیل، خداوند دو تا پسر دیگه به حضرت آدم علیه السلام داد، یکی شیث و یکی دیگه به نام یافث، و اینها رسیدن به سن ازدواج، بزرگ شدن، رسیدن به سن ازدواج. برای شیث خداوند یک حوری فرستاد به نام برکت، عصر پنجشنبه ای براش فرستاد. اینکه ازدواج ها شب جمعه انجام میگیرد، یکی از ادلش اینه. عصر پنجشنبه ای این فرشته را، حوریه را که به نام برکته، برای شیث فرستاده شد، و روز بعد برای یافث فرشته دیگری فرستاده شد به نام منزلت، حوریه. بله، حوریه دیگه. و اینها با هم ازدواج کردن، با هم ازدواج کردن. حضرت آدم علیه السلام این حوریه ها رو به عقد فرزندانش در آورد. از ازدواج اولی پسر پیدا شد، از ازدواج دومی دختری پیدا شد. این دختر و پسر، اینا پسر عمو و دختر عمو هستن، و بعد اینها با هم ازدواج کردن، دختر عمو با پسر عمو ازدواج کردن، که مادرانشون فرشته بودن و پدرانشون انسان بودن، و نسل انبیا علیهم السلام از این طریق پیدا شده. و همه انسان ها خلاص ما حلال زاده هستیم. قول اهل تسننه که خواهر و برادر با هم ازدواج کردند، که متاسفانه میبینی بعضی از تفاسیر شیعه، حالا شاید دقت نکردن در این روایات، و قول اهل تسنن را نقد کردن در کتابشون. حالا نمیخوام اسم تفسیرها رو بیاره. بله. در مورد قابیل چطور؟ هم از نسل اصلا معلوم نیست اون ازدواج کرده. آها درست. بله.
بسیار ممنون و متشکرم. یکی از بینندگان پرسیدن که شخصی همسر خودش رو طلاق داده و الان یک سال از زمان طلاقش میگذره، آیا میتونن دوباره ازدواج کنن؟ بله میتونن با هم ازدواج کنن، اما شرطش این است که عقد بخونن، عقد جدید، نه اینکه چون قبلا زن شوهر بودن و همدیگر رو طلاق دادن، یک سال هم از هم دور بودن، به حساب قبل برن با هم باشن. نه، این نیاز دارد به چی؟ به خوندن صیغه جدید، خوندن عقد جدید. بله. و بیننده از دیگری پرسیدن که خانمی که شوهرش برای مدتی مفقود هست آیا میتونه تقاضای طلاق کنه؟ برای خصوص این هم باید رجوع کنه به مجتهد، رجوع کنه به فقیه جامع شرایط و مسئله خودش را، مشکل خودش را با او در میان بگذارد و اون باید راه حلی براش پیدا کنه که اگر او اجازه بده طلاق غیابی صورت بگیره، اگر مجتهد اجازه داد و اشکال نداره. درست. بیننده پرسیدن که آیا یک خانم میتونه در هنگام عقد شرط کنه که شوهرش همسر دوم نگیره؟ بله، این شرط منافاتی با اصل عقد ازدواج نداره. بله، شرطیه و المؤمنون عند شروطه، این شرط لازم الاجراست. اگه شرط کرده، مرد باید به این شرط وفادار باشه و بدون رضایت همسرش همسر دومی نگیره. حالا اگر رضایت داد، بره دوم بگیره، باز رضایت داد بره سوم بگیره، مربوط به اجازه همسرتون شرط کرده. درست. یکی از بینندگان حکم خرید و فروش زمین وقفی رو سوال کردن که چگونه هست؟ نه دیگه، وقف حبسه، وقف یعنی این زمین دیگه محبوسه، دیگه از دایره خرید و فروش میاد بیرون. زمین وقفی را نمیشد خرید، مثلا زمین های خیلی از زمین های مشهد مقدس، اینا وقف آستان مقدسه، خریدنش درست نیست، فروختنش هم درست بله نیست. بله. بله. در حال نماز اگر نام مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله بشنویم، بیننده پرسند که آیا میتونیم در نماز صلوات بفرستیم؟ حضرت آیت الله شیرازی در رساله عملی خودشون طور می نویسند که هرگاه انسان نام مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را بشنوه، نام محمد صلی الله علیه و آله، نام احمد یا لقب رسول الله را مثل مصطفی یا کنیه پیغمبر اکرم را مثل ابوالقاسم، هرگاه ای را بشنوه مستحب صلوات بفرسته، حتی اگر در نماز باشه، حتی اگر چند مرتبه بشنوه، هر دفعه که بشنوه مستحب صلوات بفرسته و این صلوات منافاتی با اصل نماز نداره و فواید زیادی دارد برای انسان این صلوات. بله. بیننده پرسیدن که آیا یک خانم میتونه نطفه یک ماهه خودش رو اسقاط کنه برای حفظ سلامتی خودش؟ اسقاط جنین نه، جایز نیست. اسقاط جنین فعل حرامیه و اگر اسقاط کنه زن باید دیه بده، جایز نیست، مگر اینکه این چهار ماهش نشده باشد، این نطفه، نطفه‌ای که بسته شده چهار ماه نیست و بودنش برای زن ضرری داشته باشه، جان این زن را در معرض خطر قرار میده، بنابراین تا چهار ماهش نشده باشه و بودنش هم برای زن ضرر داره، اسقاطش اشکالی ندارد و الا اسقاطش حرامه و باید دیه بپردازه. بله. ما سوالات امروزمون به پایان رسید، اگر که مطلبی رو در
تتمه صحبت هایی که فرمودید مد نظرتون هست در جهت یادآوری و تذکری به بینندگان بفرمایید. اولا خیلی تشکر میکنیم از خواهران و برادران عزیزی که برنامه های ما را دنبال میکنن و مرتب با ما در تماس هستند، پیامی و سوالاتشون را مطرح میکنن. بدونن که این سوالی که مطرح میکنن هم خودشون اجر میبرن چون سوال کردن، هم کسی که جواب میده اجر میبره، هم کسی که میشنوه این سوال و جواب را میشنوه اون هم اجر زیادی خدای متعال براش نوشته. این باعث میشد که فرهنگ اسلامی ما بالا بره. فرهنگ اسلامی ما همه فقه آل محمد صلی الله علیه و آله. لذا من دائما به عزیزانی که با ما در تماس هستند پیام میدن که ما را محروم نکنید از سوالهای خوبتون و دائما ما منتظر سوالهای خوب شما هستیم. هرچی بیشتر سوال کنن علم همه ما زیاد بشه، هم علم سوال کننده، هم علم جواب دهنده، هم علم شخص مستمع. بسیار ممنون و متشکرم. خدا رو شاکریم که باب علم اهل بیت علیهم السلام رو برای ما باز کردن. همه شما عزیزان محترم رو به خدای بزرگ می سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.